خبرگزاری فارس صبح روز شنبه 22 آذر گزارش کرد که آقای روح الله زم سحرگاه شنبه با طناب دار اعدام شده است. محمد علی زم که در آخرین روز زندگی با پسرش در زندان دیدار کرده، در اینستاگرامش نوشته که روح الله زم تا شب اعدام حتی از تایید حکم اعدام خبر نداشته است. آقای زم به جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه، همکاری با دولت امریکا و مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده متهم شده بود. روند محاکمه او با انتقاد گروه‌های حقوق بشری مواجه شد. آنها به پخش اعترافات آقای زم از تلویزیون ایران اعتراض کردند. محمد علی زم پدر روح الله زم تابستان امسال نسبت به صدور حکم اعدام برای پسرش اعتراض کرد و اون رو خلاف عدالت و دادرسی خواند. روح الله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران 22 مهر پارسال خبر بازداشت و انتقالش به ایران رو اعلام کرد. آقای زم از عراق به ایران منتقل شد و منبعی آگاه در دولت عراق به بی بی سی فارسی گفته بود که دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح الله زم به بغداد او را بازداشت کرده است. روح الله زم فرزند محمد علی زم، روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. او پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری 88 برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد و به مالزی و از آنجا به عنوان پناهنده به فرانسه رفت. آقای زم در سالهای گذشته ابتدا وبسایت و سپس کانال تلگرامی آمد نیوز را راه اندازی کرده بود. آمد نیوز به مرور کانال تلگرامی پرمخاطبی شد که به افشای چند خبر پشت پرده، واقعی یا دروغین، در مورد رئیس قوه قضاییه و پرونده های آزار جنسی سعید طوسی بسیار مطالبی می گذاشت. آمد نیوز همچنین خبرهایی را انتشار می داد که گاهن صحت نداشتند. در اعتراضات گسترده دیماه 1396، آمد نیوز یکی از رسانه‌هایی بود که فراخوان تجمعات اعتراضی در آن منتشر شد. نظر شما در رابطه با اعدام روح الله زم چیست؟ نظرات خودتون رو در کامنت ها بنویسید.